آقا شورای پول اعتبار برای اینکه شما رو محدود بکنه، بنده رو محدود بکنه، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای اینکه نظر شما چیز بکنین، هر جور دلت میخواد هزینه بکنین، بیاد از شما حساب کشی بکنه، که در نتیجه این چیزی که دیوان محاسباتمون میگه پولا گم شد به خزانه ریخته نشد، چند هزار تخلف شد، این مسائل پیش نیاد. این به صلاح هممونه، به صلاح شما هم هست، به صلاح بنده هم هست، به صلاح همه ملت ماست. شما این کارو نکردید. ببینین بحث بنده از روی دلسوزی است، بحث من از روی حل به اصطلاح طرح یک مشکلی است که اگر ادامه پیدا بکنه، که اگر بقیه ابعادش رو من بشکافم خواهیم دید که همین مسئله تورم ناشی از این بیکاری هم، از این اعتیاد هم، همین بدفرهنگی هم نتیجه این سیاست هاست، شکست ما در سیاست خارجی هم همین مسئله است، و اینکه ما در منطقه یک دونه دوست نزدیک نداریم بازم ناشی از این قضیه است. همش برمیگرده به این چیزا که من در چارچوب همون طرحی که گفتم دوباره من میخونم برای شما ببینید که آیا این مسائل اثر داره یا نداره. بنده 4-5 تا ویژگی هایی که این نوع مدیریت وجود داره که ما رو به این بنبست ها میکشونه رو برای شما مطرح کردم. حالا چقدر وقت دارم من که ببینم این رو میتونم در بیارم؟ وقت 3 دقیقه و خورده ای داره، 4 دقیقه میارزه که بنده این رو دوباره به عنوانی که بحث داره تمام میشه. متاسفانه دیگه آقای احمد نژاد مسائل میگه که ما رو مجبور میکنه که چیزایی بگیم که خوش نداشتم در اینجا بگم. به هر حال یه مدیریت هیجانی بی ثبات، نمایشی و شعاری، خیال بافی و خرافه گرایی، ما هی دانه پیش بینی میکنم آمریکا فرو میریزه. بنده 4 ساله دارم میشنوم که اسرائیل در حال فروپاشیه، فرانسه در حال فروپاشیه، آمریکا در حال فروپاشیه. خب بر اساس ما سیاست خارجی تدبیر میکنیم، خب معلومه که بیراهه میریم، معلومه که اشتباه میکنیم. بعد خود محوری و قانون گریزیه. خب آدمی که خود محور نباشه از قانون فرار نمیکنه، از قانون استقبال میکنه، دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش میکنه. و روزمرگی و سطح نگری و اینها که حالا من بعدا چیز میکنم رو افراد تفریط هایی که اشاره کرده، خب اینا به کشور ما لطمه زده و بنده اعتقاد دارم که خسارت هایی که توی این 4 سال ما دیدیم خسارت های بسیار سنگینی است، و تمام اینا توجیهگر حضور من برای انتخابات من اصلا قصد مباحثه با اون ترتیب ندارم. من پیام ما به مردم میدم، از مردم بودم، به مردم برمیگردم. مردم قضاوت خواهند کرد، میتونن راجع به این دوره هم قضاوت بکنن، در این زمینه خودشون ببینن که رویه ها چجوری، سیاست ها چگونه است، و میتونن در این زمینه واقعا تصمیم نهایی رو بگیرن. من این رو برای کشور خطرناک دیدم، روی وظیفه اومدم، نتیجه دیگه دست خداوند متعاله و اینکه مردم قلبشون رو به چه سمتی مایل بکنه. و بیش از این صحبتی ندارم. اگه وقتی دارم بازم یک دقیقه وقت دارید؟ چقدر؟ یک دقیقه وقت دارید؟ یک وقت. من از همه مردم تشکر میکنم و مردم رو میدونم که همینجور هستن، کمی به عمیق بودن به اصطلاح دعوت میکنم، به ارزش ها دعوت میکنم. مردم رو خار کردن با یه نامه دنبال ماشین رو خواهی کشیدن به عنوانی که ما داریم سیاست رو در رو به مردم داریم، این روش کار نیست. برای مردم باید تولید ایجاد بکنیم، کار ایجاد کنیم، تولید ملی رو تقویت کنیم، صنعت خودمون رو باید تقویت کنیم، نه اینکه برنج باسماتی رشت و فرا بگیره، چایش یه جور بشه. بنده رفتم همدان خنده داره، محصول اونجا سیره، سیر که در سطح میلیون میگن سیر چین اومده، ما دیگه نمیتونیم سیر کاشت بکاریم. خب این رو اینجور چیزا رو باید از بین بریم، به ارق ایرانی حداقل باید داشته باشیم که حتی از نظر اقتصادی نه بگیم که آقا بر ما واقعا چیز تحقیرآمیزی که اینقدر صنعت ما و کشاورزی ما و تولید ما، اقتصاد ما، فرهنگ ما در معرض این نوع نابسامانی ها قرار بگیره. و بنده آرزو میکنم که انشالله نتیجه این بحث ها، گفتگاه ها، صحبت هایی که هست انشالله به نفع انقلاب عظیم اسلامی ما تمام بشه انشالله. خیلی متشکرم. من از هر دو بزرگوار تشکر میکنم، هر دو برابر وقت صحبت داشتن. البته رسانه ملی علاقه داره که بحث رو ادامه بده، ولی خب طبق مصوب کمیسیون تبلیغات، بررسی تبلیغات، این اجازه به ما داده نشده. من تشکر میکنم و همه شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدای موسوی اتهام ما رو همطور ردیف میکنه، بعد میگه من نمیخوام بزنم. خیلی جالب.